هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای لبنان و رئیس نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان پس از یک حمله مرگبار به بلندی‌های جولان که باعث افزایش تنش‌ها شده، خواستار حداکثر خویشتنداری در مرز لبنان و اسرائیل شد. همکارم در گزارش خود به واکاوی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. حمله موشکی به یک زمین فوتبال در روستای دروزی‌ها در بلندی‌های جولان باعث کشته شدن 12 نفر از جمله کودکان شد و تنش‌ها در منطقه را افزایش داد. اسرائیل و ایالات متحده حزب الله لبنان را عامل این حمله می‌دانند و در مقابل حزب الله مسئولیت خود را در قبال حمله به روستای مجدل شمس که مرگبارترین حمله به خاک اسرائیل یا اراضی الحاق شده به این کشور از زمان حمله 7 اکتبر حماس محسوب می شود رد کرده است. همزمان کمیته امنیت ملی اسرائیل به ریاست بنیامین نتانیاهو که سفرش به آمریکا را نیمه کار رها کرد برگزار شد و همه اینها موجب افزایش نگرانی از درگیری گسترده میان اسرائیل و حزب الله شد. جنین پلاسخورد هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در لبنان و آردرو لازارو رئیس ماموریت یونیفل و فرمانده آن نسبت به جان باختن غیر نظامیان در حادثه مجدل شمس ابراز تأسف کردند. به گزارش اسپوتنیک پلاسخورد و لازارو در ادامه بر حفاظت مستمر از جان غیر نظامیان تاکید کردند. دو مقام یاد شده سازمان ملل همچنین از تمامی طرفهای درگیر خواستار حداکثر خویشتنداری و توقف حملات متقابل شدند. گفتنی است در حمله راکتی شنبه به محله مجدل شمس در بلندی‌های جولان دست کم 12 نفر کشته و 19 نفر مجروح شدند. کشته شدگان اکثرا نوجوانانی بودند که در یک زمین فوتبال در حال بازی بودند. گفتنی است دولت لبنان به حادثه بمباران مجدل شمس واکنش نشان داد و اعلام کرد که همه اقدامات خشونت‌آمیز و حملات به همه غیر نظامیان را محکوم می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که زودتر از موعد از سفر آمریکا به اسرائیل بازگشته است، پیشتر تهدید کرده بود که حزب الله بهایی سنگین برای حمله به زمین فوتبال در منطقه مجدل شمس پرداخت خواهد کرد. اسرائیل و حزب الله لبنان از ماه اکتبر و از همان روزهای نخست بعد از حمله حماس به خاک اسرائیل در روز 7 اکتبر و پس از آن آغاز جنگ در غزه به طور مداوم مشغول تبادل آتش بودند، اما حمله راکتی به مجدل شمس بدترین حمله به مرزهای شمالی اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه بوده است. تنش اخیر نگرانی از یک جنگ تمام عیار میان اسرائیل و حزب الله را افزایش داده است. هر دو طرف تا کنون از یک جنگ تمام عیار اجتناب کردند، اما شواهد نشان می‌دهد که حملات تقریبا روزانه مناطق مسکونی را هم در اسرائیل و هم در لبنان نابود کرده است. برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای سید علی شریفی نژاد خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای شریفی نژاد لطفاً تحلیل خودتون را از افزایش تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان بیان بفرمایید. بخت بخیر از موقع خدمت شما میانیگان عزیزتون. ببینید اتفاقی در مجدل شمس افتاد این بود که بنا به دو نظریه آمریکایی ها و اسرائیلی ها بلای لبنان و بررسی به پردازیم این است که اسرائیلی ها مدعی هستند که حزب الله لبنان اون پارک زمین بازی رو مورد هدف قرار داده با موشک فلق، ولی از اون بر حزب الله لبنان مدعی هست که سامانه دفاعی اسرائیل دچار اشتباه جنگ الکترونیک شده و به وسیله سامانه دفاعی گنبد آهنی زمین بازی رو مورد هدف قرار داده. این دو سویه طرف باعث شده که سطح تنش بین این دو کشور به اوج خودش برسه و از اون ور رهبر دروزی ها جناب آقای ارزم بوده شما
موفق تریب هم موضعی علیه اسرائیل داره در جولان و باعث شده که این در این سطح تنش درگیری ها در قسمتی از جولان اشغالی یا به اصطلاح جولان سوریه که تحت اشغال اسرائیل هست به بالاترین سطح تنش برسه. دیشب و این سطح تنش به دیشب هم رسیده. دیشب برای اولین بار اسرائیل شهرک‌های مهمی رو در جنوب لبنان مورد هدف قرار داد، از جمله شهرک‌های حوله اتوشعب، حوله رامیه، اترون، مرکبه، خیام، شاهین، یارون رو برای اولین بار بعد از 8 اکتبر مورد هدف قرار داد. بعد از اون هم حزب الله لبنان از سحرگاه امروز جعیب الاولیا، صفت، قیمت شمانه و بعضی از اراضی شمالی اسرائیل رو به مورد هدف سنگین راکتی و موشکی قرار داده. به نخست وزیر ایتالیا در دستور خروج نیروهای اتباع خودش رو از لبنان صادر کرده و وضعیت فرودگاه های بیروت هم متاسفانه ممنوع از پرواز است و مسافرینی که در فرودگاه بیروت معطل پرواز برگشت هستند. بعضی از محافل خبری در لبنان هم اعلام ساعت صفر میکنند. آیا این سطح تنش به کجا خواهد رسید در روزهای آینده معلوم خواهد شد. سپاس از شما سید علی شریفی نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت.